شما اجازه بده من با زبون خودم با روش خودم وزیر پرزنت کنم میلیاردی برات بودجه بدم. وزیر چی؟ معاون وزیر. حالا هر کی میگه هر کی. سلام برادر، خسته نباشید. ما از اداره بحران تهرانیم، با معاون وزیر کشور جلسه دادیم. لطف کن بده بالا ما بریم. من برم خودم تو یه سرگوش ها بدم ببینم وزیر هست یا نه. ورودی صحنه الان کجاست؟ حالا بذار داش دست میگم اون بریه. قیمت کف دادم بهت 10 تومن واسه یه سال نقد. نقد؟ نقد. حالا خود دانی. خیلی خوب، حداقل شوهرش نره بتونم برم پول جور کنم. اگه تا فردا زور پولت آماده بود که بود، اگه نه عروسش کردم رفته. ببین میخوام یه خبر خوش بهت بدم. ببین وضع من داره خوب میشه شکر خدا. همین الان کلی توریست تو حمومه، چکت وصول میشه، پاس میشه، قشنگ برو به امون خدا. بابا کدوم امون خدا؟ ایشون 90 میلیون چک بی محل دست من داره. انصافا تو محل قصبی میشه مردمو شست؟ شما که پول نداری تخت بخری چه کار میخوای کنی؟ بهت میگم به من اعتماد نداری؟ میگی نه. من رفتم با بدبختی 10 میلیون جور کردم بدم پول پیش تخت. پول نباشه یعنی تخت پر، تخت نباشه یعنی ماساژ پر، ماساژ نباشه یعنی من بدهیمو به تو نمیتونم بدم، بدهیمو ندم یعنی مصممت پر. اینا زنجیروار به هم وصله، میدونی؟ ما گوشمون پره حرفاست رفیق. 10 میلیون جور کرد داد، گفت بقیه‌شم جور میکنه میده. از کجا؟ عدد دید ده دوبار دوبار داده بود داد 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 10 تومن لب تاخچه رو داد به عظیمی؟ وای در حرم امام هم دو تروریست به هلاکت رسیدند. یکی جلیقه خود را منفجر کرد و یکی هم به دست ماموران امنیت به هلاکت رسید. و بالاخره کارنامه این پازل بزرگ تروریستی در ایران بسته شد. تازه ایشون یکی از کارمندای دونپایه اداره بحران من هست. البته من به درجه بندی اهمیتی نمیدم. به محض تشخیص عملیات تروریستی بنده خودم شخصا و همه تیمم به عملیات ورود پیدا کردیم. چه عملیاتی؟ عملیات فریب. دیدین که همین کارمند اداره بحران من چطور تونست اون عامل تروریستی رو فریب بده. چگونه؟ اینگونه. با دادن آدرس غلط و هدایت تروریست جهانخوار به فضای خارجی تونستیم اونا رو معدوم کنیم. کار خیلی من اینگه وقتی که مونده بسید بله حتما. خوبی دم؟ شیعه قلعه نارد شدی؟ یه چیزی نگفتم که سلسله مراتب باید بشه دیگه. داری تهدید میکنی؟ نه چه تهدیدی؟ من فقط یه وام ضرب الاجل میخوام، محبت کنین امضا کنین من رفع زحمت کنم. پس تهدید میکنی؟ باج میخوام. خانم جمشید من چرا باید از شما باج بخوام؟ یه وام ساده است، اونم جیب تو جیبه. من کارمند دونپایه اداره بحران شما اون همه کار انجام دادم که شما گفتی یا رفت خودش ترکون، لایقه پاداش ساده نیستم؟ هستم. امضا بفرمایید. بس صحبت نکنه. ماموریت رو برو تو یاد بگیری رئیست رو تهدید نکنی، بعدم باهات حرف میزنم. ماموریت چیه؟ من برم اینجا؟ نگران نباش، خودم هم میام. بیا اینا. آسی من سفر خارجه نمیرم، آ میرم ماموریت، همین بغل بغل هاست. بلش کن. خوشم گید. بسرده خودم حساب
گرفتاری دارم توی بوز بالا بوز چی میگه دم بره پا میشه بیا اینجا تو آفتاب میای تو بارو میای تو مهتاب میاد با آدم عاشق آفتاب مهتاب ولی چیز من اومدم بگم آقا من پول تخت ماساژ رو جور میکنم چجوری جور میکنی آقا تو نپرس چجوری من جور کنم آصف من جور میکنم خدای جور میکنی خدای جور میکنم بگو جون آصف جون آصف بدون چک چرا به خاطر هم همون آ بلفس همون چیه بابای خدا بیامرزت به بابام گفت بچه‌ام بیکار بذار سر کار بابام زرتی گذاشت سر کار و اینو بگو چرا میگه همون خب تو همون گذاشت سر کار دیگه لنگ دارن دست مردم شد کار بیس مثلا خیلی قشنگ انجام دادی اونو آقا من روی کارمندی ندارم حالا هرچی تو خجالت نمیکشی هم من چک میخوای خدایی خجالت نمیکشی حالا مشکل تو چکه بله باشه من چک نمیخوام آفرین ولی آصف اگر بشه من بیام خواستگاری همه چی حل میشه میشه نمیشه نمیشه نه چکو بده برو گم شو اجازه سمبل برو باشه باشه عصبانی نشو آقا من اصلا چک نمیخوام باشه ولی من تحت فشار من کی بیام خواستگاری رسمی خیر سرت اگه تو جای من بودی به یکی مثل خودت خواهرتو میدادی از خودم بود جلوم باره دریده آخه من رو چه حسابی به تو خواهرام بدم به چی دلم خوش باشه یعنی چون معلوم بی کس و کارم بعد تا آخرم عذاب بمونم این شد حرف منطقی آقا سه مشکل خودته برو مشکل تو حل کن برو به یکی مثل خودت وصلت کن باشه من یتیمم من خودم یتیمم اشکال نداره ولی من رفیقتم من 10 تومن رو تا فردا میریزم تو حسابت اشکو تو پاک کن من دیگه همه شیر میگی بی کس و کار و یتیم بابا داشت من بابا هم بزرگ شده چیکار یتیمیه تو دارم به من اینه دعاش بزرگی تو میمونم رو من حساب کن بابا من بابای تو فرقی نمیکنه که ایشالا یه دختر خوبم گیرت میاد نگران نباش داشت من این شبا رو الان واسه رزرس میکنم دمت گرم خیلی والی منو چه عجب ولی من عاشقم عاشق بابا جانم بابا گرینه بابا بینه بابا ببخشید من بودم با میخواستم تو دخترم وقت داری؟ خانم من پریروزم بهتون گفتم تو جشن ولد یادتون رفته؟ نه بله دختر دارم این مدار دیر ازدواج کردم خب دیرم بچه دار شدم دیروزم بهتون گفتم یادتون رفت؟ نه خیلی من بس شما در نکن بفهم اگه این مغزتون باشه سیناپسای نورونای مغزتون داره تحلیل میره سلولای مغزتون نکروزه شده ببخشید مرزی خانم فاسد شده دکتر برو سر اصل مطلب متاسفانه باید بگم یه نوع آلزایمره اونم از یه نوع خاص و نادرش سعی کن فکر و خیال نکنی ذهنتو آزاد کن غذاهای چرب و کارهای سختم ممنون باید استراحت کنی بتونی روند پیشرفت بیماری رو عقب بندازی نگرانی، استرس، دلواپسی هم ممنوع یه زندگی سالم و آروم میخوای البته میدونم کار سختی ها ولی چاره دیگه ای نیست دارو نداره؟ یه سری دارو براتون نوشتم آمدی اینجا خوابیدی؟ همه کارا رو گذاشتی رو دوش من آقا داوود آخه من تنهایی چی کار میتونم بکنم؟ هر کار از دستم برمیامد کردم تا کارو به اینجا رسوندم ولی از این به بعد دیگه نمیتونم من اون کارخونه رو دست کی بدم که به اندازه من و خودت دلسوز باشه و هرچی که ما رشتیم پنبه نکنه آقا داوود اومدم بهت بگم شاید دیگه نیا
شاید اصلا راه همو پیدا نکنم که بیام اینجا. همه چیزی آدم میره، شاید قبرتم گم کنم، هیچی آدم نمیمونه. آقا داد آمادم اینا رو به تو بگم. به کی بگم آقا؟ تو هم مثل من تنهایی، تو هم مثل من بی کسی. درسته نمیتونی حرف بزنی، ولی میتونی ببینی که، میتونی درک کنی که، میتونی عشق تو چشام ببینی. آقا من عاشقتم، من عاشقم، من دیوونتم، من دوستت دارم، من میمیرم برا منوش. عاشق شده، عاشق آصف و ماصف و هرکی هم ایش ایشگی نمیده جلومون بگیره به خاطر که من عاشقم. آسی من کجایی؟ آسی بی وفایی؟ گوید به من دل من تا کی در انتظاری؟ قربونت برم من. مرسی که حرفا میشنیدی و تو من شجاعت گفتار دادی. گوید به من دل من. خانم رضاپور یه عرضی داشتم خدمتتون. ببین فعلا مساعده نداریم بدیم. مساعده نمیخوام، حامی میخوام، پشت و پناه میخوام. من پدر ندارم، مادرم ندارم، خود اموات شما رو بیامرزه، بی کس و کارم، بی پدر مادرم. من همه رو تو زلزله از دست. خدا رحمتشون کنه. خب من زن و بچه هم ندارم. خب آدم زن نداشته باشه بچه هم نمیتونه داشته باشه مادر. بله ولی رفیق دارم بچه داره، زن نداره، زنش فلش کرده. خب خب دیدی الان با بچهش داره زندگی میکنه، زنم نداره. من چی کار به اون دارم؟ کار خودتو بگو. آه چشم. میخوام بزرگواری بکنید، مادری بکنید، برید برام خواستگاری. آخه من که تو رو نمیشناسم پسرم. یعنی چی من نمیشناسی؟ منم منوچهر شانه به سر، بفهمید. این من نگهبان شما هم، چجور من رو نمیشناسی؟ میدونم مادر تو منوچهر شانه به سر هستی. بله. ولی از خانوادت من هیچی نمیدونم، از اخلاق خودت هیچی نمیدونم. نمیدونم مناسبی به درد دختر مردم میخوری یا نه. خیلی میخورم. چی رو میخوری؟ خیلی به درد دختر مردم میخورم. مادر آدم که از خودش تعریف نمیکنه. من تعریف نکردم، من حقیقتو دارم میگم. من خیلی این دختر رو دوست دارم. میریم برام خواستگاری؟ به خدا مادری میکنی در رقم من، تا یه عمر دعاگوتونم. به خدا تو فکر میکنی فقط دوست داشتن کافیه؟ حالا شما بریم برای من خواستگاری، من به تو ثابت میکنم که من واقعا دوستش دارم. خیلی چاکرم، خیلی مخلصم، نوکر شما، خیلی مخلصم. مادری میکنی در رقم من، بفهم. بیا برو برو بفهم. دادم
الان دست سالمه. دروغ میگه. کردی اینجا این شنگولا رو میدارین دیگه. به 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 اتفاقا داشتم به بچه های کارخونه میگفتم، میگفتم خانم رضاپور اینقدر به گل و گیاه علاقه منده، ما مثل گل های خندانشیم، بعد ایشون مثل باغبون ماست، میاد ما رو هرس میکنه بعضی وقتا. اون گل دو مال مادر بزرگم بوده، عتیقه است، حدودا 7-8 میلیون میارزه. دیدم وقتی میتونه زندگی دو نفر نجات بده چرا پیش من باشه. من هدیه خوبیه برای عروسی شما دو نفر. یعنی آسیه خانم جواب مثبت داد. خدا رو شکر نمیذاشم من حرف بزنم و نمیدونم به چه زبونی شفا پیدا کردم. عجب شفا پیدا کردم خانم رضا. حیف اون همه فیزیوتراپی که من هزینه کردم. خدا باشه. شرمندم. مدارک معلولیت از کجا گرفتی؟ وقتی پای عشق در میون باشه خانم رضاپور، کجا و چطور و چگونه برای من مهم نیست، من جورش میکنم. از کجا؟ حالا نپرسید از کجا، هر کجا، هر کسی، هر تایمی، هر چیزی بخواد من براش جور میکنم. چی رو؟ هر چی. این مهم نیست چون با این وضعیت اخراج شدیم رفت. خدای ما هم بزرگه. بازم شرمنده، منو ببخشید. نمیخوای جواب بله رو بگیری؟ مگه شما جواب بله نگرفتی؟ عجب در اصل یعنی من جواب بله نگرفتم، یعنی همون جواب رد دوباره، بعد لو رفتم، بعد اخراج شدم. کلن امروز با این نمودار من به فنا رفتم دیگه. درست تو اولین کسی هستی که تونستی سر من کلا بذاری، یا شاید در من دیگه خیلی. نه خانم از این حرفا نزن. متاسفانه من یه مشکل دارم، اونم اینه که من بچه زرنگم. اینطور فکر میکنی؟ همه فکر میکنم. لباس تمیز و مرتب داری؟ سایز شما بخوام گیر بیارم یکم وقت میبرم. برای خودت بخواییم بریم خواستگاری. فهمیدی چی گفتم؟ ببین به من نگاه کن، من که قصد بدی که نداشتم، من میخواستم به تو یادآوری کنم تو این چهار دیواری کی حرف اول آخر میزنه. پس این پسر نادون اینجا چیکار میکنه؟ تقصیر تو نیست، تقصیر هر آدم نادونی که هست. دویدی دیور دودم بیادم نیادم. نه چایی اصلا نه اون به تو بی به درک آبرو میره. سلام علیکم. سلام. بله
شما کاملا درسته، ولی خانم من خودم یه پا آدم شناسم، همونجور که شما رو زنی با شخص و با اصل و نسب ببینم و برام خیلی بسیار جالب هستید، ایشون که در کنار شما نشسته رو نه اصلا برام جالب نیست، نه خودش نه شخصیتش. زهر مار دارم حرف میزنم و اینو مطمئن باشید که من به خاطر شما خودم رو کنترل میکنم و هیچی بهش نمیگم. ولی شما که خانواده این بنده خدا رو میشناسین؟ میشناسم، اشتباه به عرضتون رسیدم. چی رو میشناسم؟ من با پدر خدا بیامرزش هم خدمت بودیم. تمام. یه روز به من زنگ میزنه میگه پسرم میخواد بیاد تهران هواشو داشته باش. برو. اومد تهران، بردیمش عموم، بردیم لون بده به اینو. یه مدتی کار کرد، دیدم نه اصلا دل به کار نمیبنده. اینه که ردش کردیم. مسئله لوند و خشک و اینا نیست، مسئله اینه که دوتا بزرگتر دارن. شما صحبت کردید؟ ساکت باش. حیف اون ویلچر. حب نباشه. ببینید خانم، دوره تصمیم گیری بزرگتر دیگه تموم شده. شما خودتون که بهتر میتونید. اختیار این دختر عزیزم دست خودشه و ما هیچ دخالتی نمی کنیم. این خیالتون راحت بشه. حالا شما هر سوالی که میخواهید میتونید از دختر من بکنید. آسیه جان، نظر خودت چیه؟ اجازه بفهمید. اجازه ببخشید. قبل از اینکه آسیه جان فکرشو بکنه و یه جواب در خور شأن خودش و خانوادش بهمون بده، بهتره ما بریم سر همون. کجا بریم؟ دوشی میبت و کوف کن. خدمتتون راجع به حموم و تونل زمان و فکرای بکری که تو سرم بود گفتم. آسیه جان کت شده من بخاطر. آسیه برو دوتا چای بریز وقتی بیار. برو بینم. آره دوتا چای بریز بیار. آسیه سه تا چای بریز بیار. بشین بشین بشین. این آسیه عاشق شماست، بس که تعریف از شما کرده، شما رو خیلی دوست داره. میگه شما همواره حامی تولید و کار و کارآفرینی و اشتغال بودید و هستید. من وقتی اینا رو میشنوم از تایید شما رو دعا میکنم که همیشه باشید، عمری داشته باشید و به مردم خدمت کنید. شما امیده. فقط اوس محمد خانم رضاپور برای یه امر دیگه حضور دارم، برای امر خیر، نه برای کیسه و لنگ و صابون و مابون و حرف نباشه. خودم میدونم چیکار دارم میکنم. این همون حمومیه که روش کار کردم و آرزوم این بود که تمام توریستای دنیا سر و زیر بشن توش. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خانم رضا اگه حرف نزنین راجع به ما، این میخواد تا صبح راجع به حموم حرف بزنم. عکس خوب بودن؟ یه دونه از اینا رو به این خانوم اضافه دیگه کنم. خانوم اینهایی که بالایسی بفرمایید و صد تا همون اون نگاه کنی یه همچین کیسه ای پیدا نمی کنی. صابون رو نگاه کنی، صابونش رو گفتم سفارشی زعفرون قاطیش کنن. دروغ میگه. مشخصه که به شغلتون خیلی علاقه مندی. آره من خیلی خوشحال شدم که اینو فهمیدید. من عاشق کارمم. 40 سال تو همون خیس خوردم. خانم رضاپور اگه یه نفر پیدا بشه ریس کنه سرمایهشو بده دست من، مطمئنم که پشیمون نمیشه. اگر اجازه بدید. نه خواهش میکنم دیگه، بس اون بس اولیه رو اصلا مختومش کنید، صحبتشو نکنید. چرا؟ من راجع به اون موضوع نمیخواستم صحبت بکنم. آجی میخواستم بگم اگه اجازه بدید من راجع به ایده شما فکر کنم بعد به اطلاعتون برسونم. اینو میخواستید بگید؟ پس من عذرخواهی میکنم که پریدم دی جملتون. الان اگه اجازه بفرمایید میخواستم نظر قطعیتون رو راجع به ازدواج این دو نفر بپرسم. بله نظر قطعی من، نظر قطعی
آسیا جونو داداششه. پس با اجازتون ما مرخص بشیم. من خودم با آقا آصف تماس میگیرم، یه زمانی که وقت داشتن قرار میذارم که مزاحم بشیم دوباره خدمت برسیم. البته بگم آصف اصلا مثل من آدم دموکراکسیسی نیست. آدم دادادین میگه آصف گدا نیست. درست صحبت کن، دستش به دهنش میرس. من میفهمم چی میگه. بگی میفهمم که من تحت فشار قرار نگیرم. نه بدوب دی بدده دده اون اوف شده اون 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 خوس آها خوس 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 فجاست به تو چه؟ خب جغرافیه کشورم رو بدونم. تو برو جغرافیه بخون، چرا اینجا از ما میپرسی؟ عجب بابودی. پس اگر اجازه بفرمایید ما مرخص بشیم، من با خود آقای آصف تماس میگیرم، هر وقت که بودن میتونستن تشریف داشته باشن ما دوباره مزاحمتون میشیم. قدمتون رو چشم خانم. فقط یه خواهشی ازتون دارم، این دفعه خواستید بیایید تنها بیایید که راجع به کارمون بیشتر صحبت کنیم. من شما رو ببرم حموم رو از نزدیک رویت کنیم. انشالله همه هنگ میکنم. متشکرم. با اجازه. خدا بشیم. خیلی خوش بودم. بله. نه. بله. بله. خدا بست. نمیشه باشم. عجب. واسه همینه که میگم باید حواسمون خیلی جمع باشه. ببخشید. بله؟ سلام آقای مهربانی. بله خودم هستم. منو به جا آوردین؟ شما؟ منو آقا منوچهر معرفی کردم. کی؟ آقا منوچهر رفیقتون. به جا نمیارم. برای امر خیر خدمت. حالا محترم من نمیدونم شما کی هستین، اون دوستمون چطوری شما رو پیدا کرده. من جنازه همشیرم هم رو دوش اون منوچهر نمیذارم. آقای مهمان من یه کار واجب دارم. من سر کارم تو خوز. چرا وقت زنگ زدنه؟ قطع کنی لطفا. چند لحظه اجازه قطع کنی. نه نه ببخشید. خب بچه ها وقتی که آژیر خطر زلزله رو میشنویم چیکار کنیم؟ آفرین. چارچوب در زیر همون میزا، زیر میز معلم، روی میز معلم، اینا تا پارسال پیارسالا جای امنی بود. ولی بچه های من جدیدن ساختمونا رو همه رو شلوول دارن میسازن، دیگه اینجور جا جای امنی نیست. پس وقتی که خطر زلزله باشه ولی جای امنی نباشه چی کار بکنیم؟ راحت شدی؟ نمیشه دیگه بگم من فرار نمیخواستم، مثلثی رو میخواستم تازه بگم. چی دیگه گفت خانم؟ بی تربیتی کرد. میدونستم این لجوج عنود کوتابیا نیست. عجب احترام شما رو هم نگرفت. آره پسر خیال میکنه پسر رئیس جمهوره. همومی اسم چی بود؟ کی؟ من خانم. من کس دیگه اینجاست. بله شما. منم پیاده شم. خانم این گوربگوری چی گفت که شما همه به هم ریختی؟ من زیاد حالم خوب نیست. تو کجا میخوای بری؟ هر جا شما سلا بدونی، هم دم بیارتی چیزی، اصلا خودم میرم. تو کی هستی؟ یا بلفز خانم، من از اول جدم تا آخر آبادم برای شما گفتم منم منوچهر شانه به سر. اینجا کجاست؟ خانم اگه حالتون خوب نیست میخوای من برسونم از این، من بلدم با اوتومات کار کنم. من رو جوری میکنم میشونم. باشه
یه ماساژور باید خوب بدونه که تو محیط کارش حواسش به هیچ چیز نباید باشه جز بدن مشتری. درسته. دغدغه های شخصی، مشکلات خونه زندگی، همه رو میذاره پشت در، خودش میاد این منه در تخت. تخت؟ گردنت نمیش کنم چون طالب توزی ندودم. ممنونم. منوچ، به خدای احد و واحد، اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دست کسی رو بگیری، ده هوایی کس و کارت بری جلوی خونه ما، بری سراغ خواهر من و بابام، یا آمپول هوا رو تا ته میکنم تو رگم. آفرین. ممنونم. شروع میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیار. خیارا رو که جاگذاری کردیم بعد سکوت مطلق روغن میماریم الاسم سامی هم همالی. چه کم کنی؟ چرا دست به حوله میزنی؟ میخوام بمالم دیگه. سرش ببینم. از رو حوله؟ بله. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ اینجا میشه، اینجا فقط از رو حوله میمالیم. قانون؟ بله، رعایت کن، احترام بذار. میچه کف میچه. درسته. دقت کن. کف شست، کف شست، کف شست، حالا شست کف، شست کف، شست. ببین اون مزاحم کیه وسط کار من. اه آقا معذرت میخوام. زده از این برم برم برم. سلام عظیم جان. قربونت عظیم جان. چی؟ خونه؟ دخترم یه کنار ببرید. سلام، با شما نبودم، با این آقا بودم. آخه بود دیگه، چیکار می‌کنی؟ چی میگی؟ یه ماه پیش من بعد این کارو می‌کردم. آقا من 30 میلیون تا آخر هفته جور می‌کنم بزنم به حساب بقیه‌شم، تو یه ماه خوبه؟ آقا بدین. یه دقیقه واسا، یه دقیقه واسا. این پیر ناتوونه، من جوونم کار می‌کنم بهت میدم. آقا اصلا یه کاغذ بیار جام سوان امضا کنیم. اگر این بابای من تنها عشق زندگیم همینه. اگر نداد اعدامش کنین اصلا. آقا نمی‌تونی. میگم اعدام کنیم بابامو دیگه. بابا یه چیزی میگه. خدای تو عداد نام نمیدی. ببین یه هفته ها. یه هفته. چشم چشم، حتما قبول. خیلی لطف کردیم، خیلی محبت کردیم، جبران کنیم ایشالا تو شادی ها. آقا عظیمی خیلی مشتی هستی، دست درد نکنه. بشی بینم کنیم. چرت و پرت چی میکنی؟ چرت و پرت گفتم دیگه، خود داری میگی. یعنی من پیر ناتوانم؟ آقا میگم چرت گفتم. آقا تو در از یه هفته میتونی 30 تومن جور کنی؟ نه، از اون کاغذ ادامیه رو امضا نکنیم، علیکی ما رو به کشتن بدیم. راست میگی، خطرناکه. راست میگی، باشه. از تو پیتی نالت نباش، خدا بزرگه. بول میکنم. خوشم از خوب پیت بازی کردی. درست بس میدم، بسمم مد بکریم امیزم تو رو ببرن مد. برو خونه استراحت کن، برو من هستم. ندیدی احمد داره چیکار میکنه؟ ندیدی این قلط میاره؟ اون بدبخت حرفی نزد، همون حرف زد که من زدم. خواهر من، تو انگیزت کارته، کارخونته. احمد انگیزت چیه؟ خوشبختی لیلا. اون میخواد همون بلایی که سر ریحان آور سر لیلا بیار. هی نبیاره تو کار، نذاره خواستگار بیاد، شوهرش نده. منم دیگه طاقت ندارم. بابا ما چرا نشستیم اینجا؟ خب بیرون خرج و سر و صداست. میدونی چیه؟ تو حساس شدی، تو خیلی بدبین شدی. پیشنهاد وسط دارم، اینجوری هم مشکلات تو حل میشه، همین که حس احمد به سعید بهتر میشه. خب بگو. میگم که تو همش نگرانی که اگه دوباره مریضیت یه وقت اوت کنه، اون وقت وای خدا نکنه. ای از اکی حرف مریضی تو رو زد؟ ای ایشالله تو 100 سال زنده باشی، سایت هم بالی سر ما باشه، دیگه هم نبینم اصلا حرف مردن بزنی. اتی حرف بده بزن. میگم که تو خیلی نگران کار کنت، به خاطر اینکه 40% به اسم سعیده، درسته؟ خب اگه که تو بتونی 40% سعیدو بخری، اینجوری تمام مشکلاتت حل میشه دیگه. من اگه پول داشتم به کارگران میرسیدم. در ثانی اگر سعید فروشنده بود، من چندین سال پیش خریده بودم. ده همینه میگم، اعتبار خودت دست کم میگیری دیگه.
کی میخوای از این اعتبار استفاده کنی ها؟ وقتی افتادی مردی دورج ای باز حرف مرگ زد. نبینم اصلا حرف مرگ بزنی یا ناراحت میشم. 100 سال تو باز زنده باشی سایت هم بالا سر ما باشه. با این اعتباری که داری تمام بانکا پشت سرت لب تر کنی خواهر چون بهت وام میدن. قسطاشم که خوب خوب پرداخت کنی دیگه. حالا مگه سعید میخواد سهمشو بفروشه؟ یکی فرستادم صداقش میگوش حرف بزنه. دیگه همین روزاست که رازیش کنه. لیلا مخشو میزنه. نه اون شما که بهتر میدونید من از خدام از شر این ارث اجباری خلاص شم. خب خلاص شم من اینجا. بله من گفتم از خدام ولی نه به قیمت اذیت شدن شما که. من اذیت نمیشم خیالت راه. آخه شما با این سن و سالتون تو این وضعیت آخه چجوری میخواین وام بانکی رو تسویه کنیم؟ من اگه مردم تو قسطامو ندی. دور از جون زنم این چه حرفیه میزنی؟ من دارم درباره این استرس و فشار وام بانکی و اینا حرف میزنم. منم اومدم اینجا راجع به فروش سهم تو صحبت کنم مگر اینکه حرفت بس گرفته باشه. کدوم حرف؟ حرفی که به لیلا زدی. من به لیلا چی گفتم؟ لیلا گفت خاله نگران کارخونه است. من گفتم نگران نباش من مشکل رو حل میکنم. خب حلش کن. الان شما میخواین سهم منو بخرین؟ تو اگر بفروشی با هم یه جوری کنار میایم. ببین زنمو 40% من از کارخونه میشه تقریبا 5 میلیارد تومان. یعنی سهم شما دور و بر 8 میلیارد تومان اینا میارزه. من 12 میلیارد تومان سهم شما رو میخرم. بی خودتون میدونید با 12 میلیارد تومان چه کارایی میشه واسه آدمای اونجا کرد. به چی فکر میکنی زنم؟ قیمتم پایینه؟ بیش از حد بالاست. باشه تو جیب غریبه که نمیخواد بره. شما زنموی من هستی. من فقط به خاطر شما این قیمت رو گفتم زنم. بلا من خودم اینجا باید بشقاب بشقاب غذا بذارم جلو مردم 2000 2000 ازشون پول بگیرم. تو به کباب کوبیده 370,000 تومان میگی 2000 2000؟ گناه که نکردم. مشتری دارم که واسه شون دارم میذارم دیگه. شما 2 ساعت دیگه بیا اینجا ببین همین مردم چه صفی کشیدن واسه خریدن کباب. کسی کیلوی 1,700,000 تومان پول کباب میده یا باید به عقلش شک کرد یا به سالم بودن درآمدش. سخت میگیریم به خدا زنمو. میل داریم بگم براتون بیارن کباب؟ کریمی بیا. خانم رضا پور، لباساتون این بود؟ نه خیلی. هیچه تو را؟ نه. اینا هیچ کدوم نیست. خانم رضا پور، فکر کنم چند روز پیش لباساتون را تحویلتون دادین. یادم نمیاد کی. رسیدتون را میتونم چک کنم؟ نبود تو کی. بس مورد نداره، رسیدتون را آوردی، من مجدداً چک کنم. اگه بود چشم، لباسا را میرون خدمت شما. ممنون. برم خونه. غذای روی یخچالی کنده. خواهر ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده. برنامه غذایی من بودن اونا. خب تو نباید زیاد اصلا به اونا توجه کنی. باید سعی کنی هی تو مغز خودت اینا رو تکرار کنی که یادت نره. عطیه من چند دفعه گفتم به وسایل من دست نزنیم. چند دفعه گفتم به این زهر ماریا که من اینجا میذارم دست نزنیم. هم میجوری میاین هر کاری دلتون میخواد میکنیم. ببین این دکتره چی بود اسمش هم دکتر چیکی؟ دکتر صفاریان. تو آلزایمر داری نه من؟ خب من یه دفعه یادم رفت. اون مگه نگفت به اعصابت نوبت فشاره؟ من به خودم فشار نیارم تو مشکلاتم حل میکنی؟ خواهر جان من میگم که فقط این راهش نیست که. خب راهش چیه؟ خب الان که نمیدونم بعد یه خورده وقت داشته باشم فکر کنم بتونم یه راه خوب پیدا کنم. یعنی من اون کارخونه رو بسپرم به سعید؟
آره شما الان عصبانی هستین، اگر نه سعید همچینم بچه بدی نیست. چرا سهمشو به من نمیفروشه؟ آخه اون که تو کارخونه کاری نداره، چرا سهم من رو به اون قیمت میخواد بخره؟ خب من فکر میکنم سعید یه فکرهای حتما داره، هرچی نباشه بالاخره جوونه، تازه نفسه. من فکر میکنم یه ریگی به کفشش هست. ای خدا من جلو کارگرم شرمنده نکن، ای خدا. آم خدا. به جای تبصره و قانون و ماد و بند تهشو بگو پسرم. اینطوری که مهدی بهم گفته، اگه شما به کل حافظتون رو از دست بدین، اگه این قضیه ثابت بشه، متاسفانه دیگه نمیتونین رو انبالتون اختیاری داشته باشین و شرکا و وراث واسه آینده کارخونه تصمیم میگیرن. البته قانونیشو عرض میکنم. چی کار میتونم بکنم؟ فقط یه راه وجود داره، تا قبل از اینکه بیماریتون اوت بکنه، یه وکالت تام به یه شخصی که معتمدتونه بدین. اینجوری همه مسئولیت ها و تصمیم ها رو واگذار کردین. واگذار کنم؟ مرضیه خانم، شما جای مادر ما هستین. خوب میدونم چقدر نگران آینده کارخونه هستین که به زحمت به اینجا رسیده، اما خب یکم از سختگیریتون کم کنین. باور کنید کمکاری بهتر از بیکاریه. اگه خدایی نکرده برای شما اتفاقی بیفته، به راحتی از داراییاتون که این کارخونه هم جزشه سوء استفاده میشه. دشمنم که کم ندارین.